برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. افراد مسلح با حمله به روستایی در منطقه مویتی واقع در مرکز مالی دست کم 21 غیر نظامی را کشتند. خبرگزاری رویترز گزارش داده این مهاجمان ناشناس با حمله به روستایی یارو در نزدیکی شهر باندیاگارا این افراد غیر نظامی را به رگبار بستند. یک نفر از شاهدان که نخواسته نامش فاش شود به رویترز گفت این یک قتل عام واقعی بود. مردان مسلح به داخل روستا هجوم بردند و به سمت مردم شلیک کردند. تلفات بین 20 تا 30 کشته است و تعداد زخمی ها از این هم بیشتر است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. معاون وزیر گردشگری، هنر و فرهنگ مالیزی میگوید این کشور 3.2 میلیون گردشگر مسلمان را در سال 2023 در مقابل 2.1 میلیون نفر در سال گذشته هدف تعیین کرده است. وی پس از آغاز ماه گردشگری اسلامی در سال 2023 به خبرنگاران گفت که این رقم معادل 20% از 16 میلیون گردشگر خارجی مورد هدف امسال است. او افزوده ماه گردشگری اسلامی پتانسیل زیادی دارد تا رویداد مهمی برای مالزی برای جذب گردشگران مسلمان از منطقه و فراتر از آن باشد. از 21 آگوست تا 17 سپتامبر ماه گردشگری اسلامی شامل گشت و گذار در مساجد در سراسر مالزی و فعالیت‌های ویژه برای عموم خواهد بود. بزرگترین جشنواره غذای حلال اروپا برای دومین سال با استقبال هزاران بازدیدکننده در شهر منچستر انگلیس برگزار شد. این رویداد که روز شنبه در مرکز نمایشگاهی بولرز در ترافورد برگزار شد، حدود 15,000 بازدید کننده را جذب کرد که برای لذت بردن از تنوع غذاهای حلال و سبک زندگی اسلامی آمده بودند. صدها نفر روز یکشنبه 29 مرداد در استان سویدا در جنوب سوریه در اعتراض به وخامت اوضاع معیشتی در یک اعتصاب عمومی شرکت کردند. استان درعا و مناطق حومه دمشق نیز شاهد اعتراضات مشابه بود. به گزارش العربی الجدید، منابع محلی گفتند میدان الکرامه در شهر السویدا شاهد تجمع صدها نفر بود. مغازه‌ها و ادارات دولتی در پاسخ به فراخوان اعتصاب تقریباً به طور کامل تعطیل و معترضان تمامی ورودی‌های اصلی شهر را با آتش زدن لاستیک مسدود کردند. العربی الجدید نوشته مناطق مخالف استان سویدا از شنبه شب گذشته شاهد مقدمه چینی برای اعتصاب روز یک شنبه بوده و شهرها و روستاهای بسیاری در آن شرکت و راه‌های اصلی را مسدود کردند.